اون یکی بزن فیلمای وسترنه. تماشاگر سینما دوست داره ببینه که اون جلوی همه دزدا و قاتلا و آدمکشا یه تنه وای میسه. اسمش گری کوپر. گری کوپر قهرمان محبوب لنی هم هست. لنی هر از گاهی ازش نقل قول میکنه یا تو ذهنش باش حرف میزنه. لنی یه جوون آمریکاییه که پناهنده شده به دامنه های آلپ. روزاشو به اسکی میگذرونه و شبام به گفتگو با رفقاش. پناهنده؟ پناهنده از چی؟ از جنگی که بهش اعتقاد نداره. جنگ ویتنام. لنی فلسفه زندگیشو گذاشته بر عدم تعلق، اینکه به کسی یا جایی دلبسته نشه. نیمه اول کتاب شرح موقعیت‌های لنیه، از اسکی روزانه تا گرده‌های شبانه، و همه این موقعیت‌ها عجین شده با نگاه طنز و خاص لنی به جهان اطرافش. تک کلام‌ها و ایده‌های لنی خیلی زود جای خودش رو میونه اهالی ادبیات باز کرد و مقاله‌ها و نقد‌های خیلی زیادی در جهان وجود داره که با تک کلام‌های لنی شروع میشه. لنی میدونی چیه؟ بذار برات بگم، از گری کوپر دیگه خبری نیست، هیچ وقتم دیگه پیداش نمیشه. آمریکایی خونسردی که محکم روی پاهاش وایساده بود و با ناکسا میجنگید و از حق دفاع میکرد، آخر سر هم پوزه اشرار رو توی خاک میمالید. آمریکای حق و درستی، خدا حافظ. حالا دوره ویتنامه، دوره شورش دانشگاه هاست، دوره دیوار کشیدن دور سیاه محله هاست. چاو، خدا حافظ گری کوپر. اما این جوان سرتخ که خیلی مواظبه که دل بسته کسی نشه، عاقبت چنان که افتد و دانی، به دامش گرفتار میشه. بخش دوم کتاب شرح اتفاق و ماجرای پلیسیه که لنی گرفتار اون میشه و در گیرودار همین اتفاقهای پلیسی لنی دل بسته دختری میشه به نام جسی. تعقیب و گریز پلیسی نیمه دوم داستان اگرچه ختم به خیر میشه، اما ما دیگه میدونیم که لنی راه برگشتی نداره. پایان قصه اینجوریه که لنی بعد از اون تعقیب و گریز سخت خسته است و از فرط خستگی میخواد بخواب، اما مثل بچه ها که وقت خواب مدام شروع میکنن به حرف زدن و چیزایی گفتن، اون هم داره همین کارو میکنه و این دقیقا جاییه که جسی مثل یه مادر دلسوز بر بالینش. جس، وقتی چارلی پارکر توی ترومپتش میدمید مثل این بود که یه چیزی میخواد بیفته، یه چیزی باز میشه و حتی یه چیزی هم توشه. پوک نیست. میفهمی چی میخوام بگم؟ آره لنی، میفهمم چی میخوای بگی. یه روز دوتایی میریم اونجا. آره لنی، میریم، میرسیم، بخواب. اونجا باید خیلی عالی باشه، همون جایی که نمیدونم کجاست، یه جایی دیگه، میفهمی؟ آره لنی، خوب میفهمم چی میخوای بگی. آخه آدم که نمیتونه توی یه ترومپت زندگی کنه. جس، میفهمی؟ رومنگاری کتابش رو به انگلیسی مینویسه و این کتاب در سال 1969 در آمریکا با نام ولگرد اسکیباز چاپ میشه، اما بعدن که قرار میشه کتاب به فرانسوی ترجمه بشه، او اسم کتاب رو میذاره خداحافظ گری کوپر. چرا؟ جالبه بدونید که خود رومنگاری از شیفتگان گری کوپر بوده و نام رومنگاری رو هم به خاطر علاقش به گری کوپر انتخاب کرده. البته رومنگاری یکی از چندین نام مستعاری است که رومن کاتسف برای خودش انتخاب کرده بود. یکی از این اسمای مستعار قصه جالبی داره. یه بار رومنگاری با اسم خودش برنده جایزه ادبی گونکور میشه برای رمان ریشه های آسمان. این جایزه ادبی فقط یک بار در طول عمر هر نویسنده به او اهدا میشه. چند وقت بعد رمان دیگری مینویسه و با اسم امیل آژار
همین رمان برنده جایزه ادبی گنکور میشه برای بار دوم. و جالبه بدونید که این بار هم او پسر عموش رو که در واقع نام امیل آژار رو از او گرفته بوده برای گرفتن جایزه میفرسته و جایزه هم به او داده میشه. چند سال بعد رمانگاری ماجرای این اتفاق رو در کتابی با نام زندگی و مرگ امیل آژار شرح میده. Je suis reconnaissant à tout le monde. Au fond, je me sens comme un enfant joyeux qui vient de naître et qui vient de sortir de l'obscurité. Entrons dans le détail quand même. Voyons quelques-uns des reproches qu'on vous a faits. Qu'est-ce qu'on peut citer ? Vous avez en tête, je pense. Oui, naturellement, je n'ai que ça en tête. enfin, écoutez, il y a tout de même. On peut pas. C'est un sujet très sérieux. Roman Gary, عمده شهرتش رو مدیون نویسندگیه. اما او فقط یک نویسنده نبوده. دو تا فیلم کارگردانی کرده، چند تا فیلم هم بازی کرده. خلبان هم بوده در جنگ و البته دیپلماتی در فرانسه. خداحافظ گری کوپر مدت کوتاهی پس از ترجمه فرانسه‌اش با ترجمه سروش حبیبی در ایران منتشر میشه. به اعتقاد بسیاری ترجمه سروش حبیبی موفق شده نگاه شوخ طبعانه رمانگری رو به خوبی انتقال بده. این کتاب سال هاست که در زمره کتاب های مورد علاقه کتابخوان هاست. بخونیدش، مطمئن باشید از خوندنش پشیمون نمیشید. هر کتاب مفید